چند روز مانده به دور دوم انتخابات منطقه‌ای در فرانسه به نظر می‌رسد که دو حزب اصلی و حامیان آنها اختلاف را موقتاً فراموش کردند و فعلا همه فقط یک سوال می‌پرسند: آیا حزب جبهه ملی پیروزی دور اول را تکرار می‌کند؟ حزب حاکم سوسیالیست از شرکت در رقابت در چند حوزه انتخاباتی در دور دوم کنار کشیده تا مانع پیروزی جبهه ملی شود. راستگرهای افراطی در دور اول انتخابات منطقه‌ای فرانسه به پیروزی بی سابقه‌ای دست پیدا کردند. این حزب که به داشتن سیاست‌های ضد مهاجرتی و ضد اروپایی معروف است، در 6 منطقه از 13 منطقه پیروز شد. یکی از اعضای جبهه ملی درباره رقیب راستگرای خود می‌گوید: آیا ما درباره کریستیان استروسی امروز صحبت می‌کنیم که در چند روز اخیر تبدیل شده به نامزد چپ‌ها، یا ما درباره یک کریستیان استروسی زمان گذشته صحبت می‌کنیم؟ کسی که در اواخر دهه 80 و دهه 90 می‌خواست با جبهه ملی ائتلاف کند. چه نامزد عجیب و غریبی! به گزارش رسانه‌های فرانسوی در روزهای اخیر شمار افرادی که با مراجعه به اداره‌های پلیس به دنبال این هستند که اجازه پیدا کنند در محلی غیر از محل زندگی خود رأی بدهند افزایش پیدا کرده. یکی از آنها میگوید: اصلا نمی‌دانستم که انتخابات است، به همین دلیل کمی عذاب وجدان دارم. فرد دیگری میگوید: اگر رقابت بین راست و چپ بود اصلا در خانه می‌ماندم، اما حالا ماجرا جدی. بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که نگرانی مردم فرانسه از قدرت گرفتن یک حزب افراطی دلیل تمایل زیاد شهروندان به شرکت در دور دوم انتخابات است.